منتظرت بودم. بالاخره پیدا شو. کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. وحشی حیوان تو شکم نه تولدت مبارک ناصر.
دیگه این شیشه رنگی ها گیر نمیاد. این دفعه باید سفید بندازم. حالا هی ما رو بکوب این تو. تولدم ماه پیش بود. خودم میدونم ماه پیش دستم خالی بود. گفتم با دست پر بیام. جای دست درد نکنته؟ حالا میخوای واسه تاق نصرت بزنم. ای بابا. حالا کدوم گوری بودی؟ بلش کن، نمیخوام تو رو وارد این بازی کنم. نمیخوام تو رو وارد این بازی کنم. زر بزن ببینم چه گندی باز بالا آوردی. میگم ولش کن دیگه. ببین ناصر، اگه باز اومدی که منو تیغ بزنی کور خوندی ها. نه والا، نه بلا، اومدم خونم، گناه کردم. پس سر کمد من چیکار میکردی؟ بابا رفته بودم لباسامو عوض کنم بیام کپ مرگمو بذارم. دو هفته بود اون لباسا تنم بود، تمام تنم به خارج افتاده بود. تو رو من چی فکر کردی معقول؟ فکر کردم رفتی سراغ جعبه طلاهای من. اصلا مگه طلاهای تو اون کمدی بود که من رفته بودم سراغش؟ بله، ولی جاشو عوض کردم، گذاشتم زیر تختم، خیال راحت. بفرما. دیدی اونجا نبود؟ الکی به من بهتان زدی؟ خیلی بهم برخورد. خیلی با هم بد کردی. خیلی خوب، حالا خودتو لوس نکن. بگو کجا بودی؟ هیچی بابا. یکم بدهی بالا آورده بودم. گفتم دور و بر تو نیام، یه موقع سراغ تو نیام. بفرما. دیدی گفتم واسه پول برگشتی حرومی. ببخشید ها. استاپ استاپ. پول جور شد. بدهی رو دادم تمام. الان پول اضافه هم هست. اگه میخوای تقدیم کنم. تو پول داری عمرن. زمین اشتارد رو فروختم رفت. برو بابا، تو هزار سال قرار زمین اشتارد رو بفروشی. اگه نفروخته بودم پا این طلاها رو با چی خریدم؟ ماچ دادم؟ چونه معقول راست میگی؟ ببین معقول، من آدم بدی بودم، خودم خوب میدونم. ببین تو عوضی ترینی. گفتم خودم میدونم، خیلی خوب. ولی خدای من شاهده، از وقتی که فهمیدم دارم پسردار میشم اصلا دنیا واسم یه شکل دیگه ای شده. پی روزا میدونی پیش خودم چی گفتم؟ گفتم ناصر، تو که نمیخوای واسه پسرت همون پدری باشی که وقتی تو بچه بودی پدرت واسه تو بود. که ها؟ لپش این که پدر من پدر خوبی نبوده واسه بچهش، ولی من میخوام پدر خوبی باشم واسه بچه. آخه ناصر، الان دیگه هدف دارم مگون. میخوام یه آدم دیگه بشم. میخوام تو به روز کوچولومون خوشبختتون کنم. بهزاد، حالا هرچی، مهم اینه که میخوام خوشبختتون کنم. اینقدر شر رو بر نگو ناصر. بابا اولاخ، تو میدونی من چقدر عاشقتم. من از کجا بدونم؟ همه میگفتن تو منو واسه پولم گرفت. داداشام دنبالت بودن شقت کنم. بفرما. آدم اگه عاشق نباشه میاد خواهر برادری سربندی رو میگیره که همیشه غمه به دست منتظر شقه کردنه. این اگه اسمش عشق نیست پس چیه؟ با تو که خوب بودن، کلویام دو سه بار بیشتر نزدنه. خیلی خوب، منم که چیزی نگفتم، منم دوستشون دارم، عین داشتایی نداشتم میمونم. من برم این زغاله رو عوض کنم به ترتر افتم. نه دیگه نمیخواد، میگن که قلیون واسه زن حامل خوب نیست. غلط کردن، ننه خدا بیامرزم تا سر نه ماهگی من هر روز یه بسته پرتقال خامه میزد. الان من نگاه کن، چهار ستون سالم، هیچ مشکلی ندارم جز جدول زن. آخ گفتی ناصر، دلم خواست حوض کردم. میشه فرده که رفتی بیرون برام پرتقال خامه بخری؟ آره خانومم، چرا نمیشه عشقم؟ تو من میرم اینا رو بچاقم، تو هم برو یه دوتا چایی بریز بیار با هم دیگه بزنیم. باشه قبوله. ناصر زغالا اینجاست. ناصر زغالا اینجاست. ناصر Hey!
تو دو برابر بهت پس میدم، بلکه بیشتر. این دفعه دارم یه کاری میکنم ردخور نداره مرگ تو. مردی که داری بچه دار میشی، از بچت خجالت بکش. باره بینه بابا، گور بابای تو اون بهروز. بهروز نه، بهزاد. حالا هرچی، تو همین کارو کردی که منو بنوزی تو دام. بری بفرما. دیدم داداشم تیکه تیکت کنن. داداشت بیان برن تو کوچه پستی بابا. دیدم داداشم کوچه‌تو آسفالت کنن. ولی خداییش وقتی عصبانی میشی خیلی خوشگل‌تر میشی. همینجوری عصبی بمون. خداحافظ عصبی کوچولو. خداحافظ. ناصر. ها. داداش چطوره؟ داداشم کجا بود؟ داداش نداری؟ داداش نعمتی از داشتنش محرومه. سلام. خوش اومدی، خوش اومدی. بچه سرویس هم اینجا بده. چطوری عمو؟ خوبی؟ آقایبی گل این طرف رو داشت. چطوری؟ اخوی چطورن؟ آخسرو اینا خوبن؟ سلام برسو. قربونت برم، چقدر دلم واسه تنگ شده بود. من یه دقیقه برم اینجا، یه کار بانکی دارم. ندارم بابا، یه دقیقه یه کار به کار دارم. بلدم خودم، بقیه مسیر بلدم. یالا سوالی کن. آخ کسی صندوق نباشه. آقا خسرو خاردار، سلام علیکم. به بچه حلال زاده ای. آقا خسرو جان خودت، همین الان داشتم ذکر خیر تو به ابی میکردم. مگه نه ابی؟ بگو دیگه. چه دهنتو بستی شاهین؟ تو بگو، تو که نبودی. بگو دیگه بابا آبش. اتفاقا داشتم دنبالت میگشتم. بابا چرا هر چی زنگ میزنم جواب تلفن نمیدی؟ شماره تو عوض کردی؟ پس چرا هیچ جوره نمیگیره؟ شاید رفته بودی خارج از کشور ها؟ چون شما کسی رو سفر هم هستی؟ نه. پس دیگه کار مخابراته بابا. لامصبا این همه پول میگیرن، این هم وضعیت سرویس دهیشونه. حالا بگو از چی داشتم دنبالت میگشتم مومن. خبر خوش رو صد داشتم. تبریک میگم، تبریک به تو میگم، تبریک میگم دادش. زمین اشاردم فروش رفت. مبارکه، باریکلا. تو رو قرآن آخر هفته دیگه هیچ جا قرار نذارینا. میخوام بریم فرحسا شام و قلیون مهمون من. هر چند تا مفخورم میخوای با خودت بیار. عین اینا. ببین یه بار دیگه اسم اشتهار رو بشنوم، میدم جفت گوشاتو ببرم بزنن کف دسته. داداش تا آخر هفته پول تو حسابه. پول خوب به خدا. ببین من از خیر پولم گذاشتم ناصر جون. الان صحبت اعتباره که شما هم گند زدی به اسم خسرو خاردار رفته. ببند الان همه میگن من از خسرو خاردار پول نذور کنیم. یارو گاوه، نفهمه، بیشوره، بچه خوبیه، پولش هم 6 ماه دست مردم باشه، صداش در نمیاد. همین ناصر اکبری خودمون 6 ماه یارو اسکل کرده، انگار نه انگار. شاهین جانم آقا، تو باشی همینو نمیگی؟ میگم آقا. تو بیجا میکنی میگی؟
آقا عرض شما رو تایید کردم. تو گوه میخوری تایید میکنی؟ اول ببین من چی میگم بعد تایید کن. خیر سرش این لیسانس داره، اینقدر بیشور، اینقدر نفهم، اینقدر عقب افتاده. ببین من از خیر پولم گذشتم، الان میدم جفت گوشت ببرم بزن که هفته هست عبرت باشه واسه دیگران. آقا آقا خسرو ول کن تو قرآن، این دوتا گوش به کله ما اضافه کرده، ببریم بابا ما رو راحت کنی. ببر تاوان چیو ما باید بگی؟ ای نبر بابا نبر نبر، غلط کردم. چی شد بابا؟ این زامنشه دیگه، این زامنش رو باید بزنی داداش. نبار قلط کردم، نبار خسرو گوش کن به این چی دارم بهت میگم. ببین یه پول خوب وسطه، یه بازی دیگه یه که میخوایم درش بیاریم تو شرط بندی، همین چهارشنبه است، همه کارش هم کردم، پول خوب توشه، بیا خودت ببین اگه دروغ گفتم اونجا ببر. صبر کن سلام. مراقب بشین. کجا بشینم؟ کجا بشینه؟ به برو پایین بذاری پسره بشینه. ای بابا برو پایین، همون پایین وایسا. من؟ نه به این اولاغم. اینا شریک های کاری ما هستن، نگران نباش، همه خودی هستن. اینم هم همسرم زده، چیز خاصی نیست، میشناسیش که. آقا خیالت راحت شد؟ اون آدم اینجاست؟ آره. این آقا حمیدرضای گل ما از اون فوتبالیستای درجه یکه. آقا اینا آخر هفته تو شهرستان با تیم تای جدولی بازی دارن، قراره که آقا حمیدرضا با دو تا از همتیمیاش این بازی رو واسه ما در بیارن، ما هم چیکار کنیم؟ از اون طرف از خجالتشون در بیاییم. اسم اون دو تا بازیکن دیگه هم اسم بگو. فرشید امین دفاع چپه، بعد مازیار محقق هافک وسط، جفتشون هم فیکس. گلر نمیتونی بیاری؟ گلرمون که داغونه، بهش توپی نمیگی. گلرشو خودش خدای سوراخه. بفرما اینا هست. اینو ببین، اینو تیم ملی میبینیش. این میخوام این دو تا رو ببینم. آقا میشه بی خیالشین، بچه ها میترسن، بد میشه. میترسن، دارم پول میدم باید ببینمشون. بابا داره پول میده دیگه. باشه من قرار میذارم، ولی اگه کسی بفهمه تمومه، محرومم میکنم. من رفیقام تو سیرجان بازی میکنن، تازه اونا رفته بودن یه واسه یه اوتو یه کورنر پول گرفته بودن، مچشون رو گرفتن، بازی در آوردن، خیلی داستان داره. تو خیالت راحت باشه، آقا خسرو خاردار از اون رفیقای جین ای بابا چرا میزنی کله خزی؟ ای بابا همش میزنه، بل کن. هیچی نمیگم، هی میزنه. باشه حله دیگه ها، حله. فردا خبر میدم، فردا خبر میدم. برو دیگه به زندگیت برس، نگران نباش. آقا خسرو تالا پول ایشکی رو نخورده. برو حله. وقتی فردا ستاشون رو دیدم بعد، وقتی هر ستاتون رو دید بعد، الانم برو بچست به تمرینات، میخوام چهارشنبه به تو بازی ها. برو بس با اجازه شمارشو بگیره بی، چهارشنبه میای رستوران بازی رو همونجا با هم میبینیم. من دیگه مزاحمتون نمیشم. چهارشنبه.
نهار خونتو چی داری؟ ناصر عمده تقدیم میکنم. من تصمیم گرفتم این چهارشنبه بازی رو که در بیارم پولشو تمام و کمال بریزم تو کار عروسی. آفرین، خوراک خودته. نه؟ خوراکم برنامه کردنه. شمال که میریم یک تنه همه رو میچرخونه. بگو برم. مدیریت داری. مدیریت داره. خیلی عالی من. آقا، سر همین بازی هم بهتون گفتم هر چی پول داری بیاریم بریزیم تو این بازی. بعدن نگی نگفتی. ببین داداش، من اصلا اهل شرط بندی و اینا نیستم. پول مولم قرض ندارم که بدم. خلاص. آقا من اهل شرطم، فقط پول ندارم. اگه پول بهم قرض بدی میام تو. اسکلم بازی 5-1. تیم سر جدول با تای جدول بازی داره. بردش حتمیه. زمین اشعار دارم و میخواستم نصف قیمت رد کنم بریزم تو این بازی. یارو خریداره دقیقه 90 جا زد. خدا برات خواستا. جواد خیلی خری. اصلا اهل ریکس نیستی. حالا شما که ریسک کردی کجا رو گرفت؟ ریکس اسمش روشه دیگه. همینه دیگه. یه دفعه میگیره. ولی وقتی پاست بشینه یه دفعه زندگیت از این رو به اون رو میشه. این دفعه هم جون ستامون به دل من افتاده. نوبت منه. آقا جواد اگه ایراد ازمون نمیگیری یه دقیقه اینجا نگاه کن همش میخوره. ببینم. نه. جوشه، کندی قرمز شده. چیزی نیست. جوش؟ من اصلا جوشی نیستم، جوش نمیزنم من. یکی از فامیلای ما از این داشت. سرطان بود، مرد. بعدم میام بیمارستانتون. یه گواهی سرطان از دکترتون واسه من بگی. مگه مدرسه است گواهی سرطان بدین؟ باز چی تو کلته تو؟ بابا این ملت رو نشناختی؟ عاشق آدمای مریضن. یه جا به کار میاد. مطمئن باش. آفرین. ها؟ من به ناصر جان نمره 8 رو میدم. قضاش خیلی خیلی عالی بود. دو نمره ازش کم کردم به خاطر اخلاق گند و مزخرفش. خب مثل گاو خوردی 8 میدی. بیا نک. اومد؟ چی اومد؟ پشتی داره آسمون رو نگاه میکنه. تلسکوپ کار اصلیش اینه که باهاش آسمون رو نگاه کنی. حال برش کن. اینو نگاه کن. خیلی قشنگه. نگاه کن اینو. خب چیه؟ اسکورپیون. سرعت فلکی عقرب. کجاش شبیه عقربه؟ اونها دیگه. نگاه کن. اون دومشه. نگاه ما نزدیکشه. پس فردا که ماه بیاد روش میشه قمر در عقرب. اه. پس قمر در عقرب که میگن اینه. من فکر میکرم یعنی خر تو خر. نه، یه پدیده نجومیه. بعضی ها میگن روزی که قمر در عقربه نحسه. یعنی اون روز هر کاری بکنی بد در میاد. پس همین پس فردا. یعنی پس فردا چهارشنبه. آره پس فردا. نه بابا، پا من برم یه دقیقه تایم بزنم فدراسیون بگم بازی پس فردا رو بزنم پس اون فردا پنجشنبه. آره. خیلی من برم. ای بابا قشنگ مردم رو علاف کرده. پس چه نمیای بابا؟ کار زندگی داریم. آه واقعا ملت چقدر بی ملاحظه شدن. آره تو میری. اصلا تو این مملکت چیزی که ارزش نداره وقت آدم هاست. بیا اینم مریخ. شرط نگو کشنگی نها. ببین مریخ رو ببین. قرمزه قرمزه. اینه؟ آره چقدر قرمزه. خیلی قرمزه. بهش میگن سیاره سرخ. آه ببین شما فهم میکنی آدم تو مریخ چجوری زندگی میکنن؟ ابله آدم تو مریخ زندگی نمیکنه که. با تو پروفسور شدی ها؟ این دفعه دیگه خبرت موثق دارم. اصلا آدم های مریخی رو توی امریکا کشف کردن. من خودم عکسشون رو دیدم. سبزن کشا برقلمبیده. این که اطلاعاتش بیرون نیومده چون وزارت اطلاعات امریکا نخواسته به خاطر امنیت ملی. اینا همش قصه است. بهش فکر نکن. باشه نگاه کن میریخو قصده هم باید نفهمونم. نگاه کن. بیا دکتر پنچیه. اینم بشقاب پرنده مریخ. پلاک مریخ. خب اینترنت 3000 بار بهت گفتم که این چیزایی که تو اینترنت هست رو باور نکن. پس اینترنت نمیفهمه تو میفهمی.
روز زیبا با محصولات آرایشی زیبا. حمام. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر لونا. من دارم میرم سر کار. به سلامتی. میخوای چراغا رو خاموش کنم که نورشون اذیتت نکنه؟ بله لطفا، مخصوصا وسط قشنگ تو چشم. خجالت بکش. گفتم یه کنایه تو صدات هست. تا شب ولش کنم میخواد روی شارژ بشینه. تو خرابم. چته؟ این اسی سه هفته از قرار منو ببره سرویس کو. همه تنها خوش شده نگاه این کمره. خیلی خوب خیلی خوب، میگم ببرتت. مشکلم فقط این نیست. مشکل چی؟ یه احساسی دارم انگار هیچ وقت شاریم کامل نیست. قرقرات تموم شد؟ دیرم شده، پاشو صفانه اون بده. لباس کار. کمد. خونه؟ بله لونا. گاندی رو بگیر. گاندی. گاندی. لونا. گاندی. خب میبینم که باز دیشب رفتی عشق و صفا. از کجا فهمیدی؟ ما مادرها یه حسی داریم به اسم حس مادرانه. حالا کجا رفته بودی؟ یه چرخی تو مدار زدیم و یه ذره بالاتر. چقدر بالاتر؟ ماه و اینا. ماه و اینا این دورو براست؟ آه رای نیست که، برام این سفینه ایگی از این پلاسمای دو زمان جدید هست، یک تا هزارش یه ثانیه پر میکنه، خیلی بال. پس با ایگی رفته بودی؟ از کجا فهمیدی؟ همون حس مادرانه. عجب چیز عجیبی این حس مادرانه. خیلی. کجای ماه رفته بودی؟ ماه دیگه. کجای ماه دیگه؟ نیمه تاریکش. خونه؟ بله لونا. اسی رو بگیر. اسی. لونا. اسی. اسی جان، حدس بزن پسر گله دیشب کجا رفته بوده؟ کجا رفته بوده؟ نیمه تاریک ماه. گاندی تو مگه نمیدونی ما خانواده آبرومندی هستیم؟ الان همه میرن نیمه تاریک ماه، برای ماهداری چراغ گذاشته، اصلا دیگه اونقدر تاریک نیست، یه چیزایی معلومه. خب بانو میگه چراغ گذاشته، دیگه گذاشته چراغ گذاشته. من بارها نگفتم چراغ بذاره نظرتون هم بری اونجا؟ اونجا محل مناسبی برای خانواده ها نیست. بله ما پامونم جلوی مادرامون دراز نمی کردیم، بعد تو راست راست جلوی من وایستادی میگی رفتی نیمه تاریک ما. ببخشید من دیگه بچه نیستم که برای یه ده ماه رفتم بیام ازتون اجازه بگیرم. من 45 سالمه. 48 سالت. 48 سالمه؟ خب دیگه واقعا آدم بزرگم دیگه، و از شما هم توقع دارم با هم مثل آدم بزرگا برخورد کنیم. شما هر موقع بازی کامپیوتری تو گذاشتی کنار، بیا بگو من آدم بزرگ شدم. باهات موافقم. منم با شما موافقم. با شما نبودم، با گاندی موافقم. چی با من؟ ما بعضی وقتا واقعا باهات مثل آدم کوچیکا رفتار میکنیم، دیگه وقتشه که باهاش مثل آدم بزرگ رفتار کنیم. اسکندر. الان دارین راست میگین بانو واقعیه یا بازم شگردتونو میخواین توی جمله بعدی حالشو بگیری؟ اصلاً همچنین چیزی نیست. اصلاً همچنین چیزی نیست. حتماً همچنین چیزی. مادرت بهت قول میده از این به بعد مثل یک آدم بزرگ باهات رفتار کنه. ممنونم. خواهش میکنم. و اولین قدم در این راستا اینه که پول تو جیبی قد. چون آدم بزرگا پول تو جیبی نمیگیرن. بابا این که خیلی نازنینه که. همینی هست که هست. از این به بعدم هر جا خواستی بری با وسایل نقلیه عمومی میری. بشقاب بی بشقاب.
بخشی این چه ربطی به آدم بزرگ بودن داره؟ هیچ ربطی نداره، فقط خواستم بیشتر حالتو بگیرم. خیلی ممنونم بانو به خاطر این تصمیم درست شایسته و بایستتون. اصلا چه معنی داره بچه به سن و سال تو ورداره بشقاب هی ببره این ورانوار عللی تللی به پدر مادر پیرش پیاده برن با مترو برن؟ تو همیشه خدا بشقاب پرنده دستته. دقیقا تو همیشه خدا بشقاب پرنده دستته گاهی. با تو هستم آقا اسی. من؟ بله؟ من بانو اگه چیزی هم دستمه، بشقابی دستمه یا هرچی، به این دلیل هستش که کارای خونه رو بس کی باید انجام بده؟ کارای فرزندمون هست، با خرید خونه میکنه. خود بشقاب یا عربه کار داره بانو، شما میدونی بشقاب فرسوده است، معاینه فنی شما رو عوض کنیم بابا. این دیگه قیافش هم خیلی در بود بابا. دست به فرمون بعضی هم اصلا خوب نیست، دور تا داره بشقاب جای سالم نداره. آه چرا داری دروغ میگی؟ من فقط دیروز یه دونه تصادف کوچیک کردم. من با پدرت بودم، تو چه گندی زدی؟ نه گندی نزد، این سمت شاگردش از خورده رفته تو با دوتا تقه در می. مقصر توی؟ نه مقصر باش، خب جلویه و یه زر رو ترمز من کوبیدم بشه. با تو نیستم گاندی، با اسی هم. اسی مقصر توی که بچه تو با حال خودت گذاشتی، هر غلطی دلش میخواد بخوره. چه اینطور؟ بله باشه، مقصر منم. نه اصلا راست میگین، مقصر منم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه زندگیمو ول کردم، آیندهمو ول کردم، عاشق درس خوندن بودم، درسمو ول کردم به خاطر شما، به خاطر این بچه. این بچه رو من اسی نگو بچه دیگه، آدم بزرگم دیگه. هیچی نگو حرف نزن. من الان حاله که اینجوری شد من فردا صبح میرم ادامه تحصیل میدم. اگه اینجوری شد منم پس ترک تحصیل میکنم و فردا صبح میرم سر کار. دیگه بچه نیستی. خب منم از اول همینو دارم بهتون میگم دیگه. با تو نیستم، با اسی هم. اسی جان تو دیگه بچه نیستی، درس بخونی که چی بشه؟ ها ببینم تو مگه اینو نمیشناسی؟ من بابا تو. نه بابا تو رو. کی بابات منو؟ نه مامانت بابا تو. نه من بابا تو. نه یه دقیقه تمرکز منو به هم نذارین. تو نمیدونی لونا دوست نداره مردا درس بخونن؟ آفرین، دوست نداره، میدونم اینو. چه مزخرفات، اصلا هم چنین چیزی نیست. من خیلی دلم میخواد تو درس بخونی. خب اینج من فردا صبح میرم دانشگاه ثبت نام میکنم. ممنون با تو رو نمیگم. گاندی درس بخونه، گاندی درس بخونه. این صبحانه من چی شد؟ او من چه میدونم. با منه یه دقیقه دیگه حاضر. من دیگه باید برم. امشب میشینی خونه گاندی، تو امشب میشینی خونه، هیچ جا نمیری، فهمیدی؟ فهمیدی؟ بانو، بانو یه لحظه نرید، ما باید حضوری با هم حرف بزنیم. نه من باید برم سر کار، دیرم شده. دیرتون شده؟ شما هیچ وقت دیرتون نمیشه، بس که وقت شناسید. خیلی خوب، فقط سری. لونا، لونا، اسی، گاندی، تو قد کشیدی؟ نه، فکر نمی کنم، شاید حواسم نبود. تو اصلا برای چی اومدی بیرون؟ خودت گفتی باید رو در رو با هم صحبت کنیم. من به مادر گرانقدرتون گفتم اینو. میگم تو اینجا که اومدم، میشه من امشب سویچه بشقابو داشته باشم؟ با دوستان قرار داریم، قراره بریم باشگاه. تو اصلا گوش ندادی من به هیچ چی گفتم؟ راستشو بگم چرا گوش کنم، ولی دقیق نفهمیدم این کجاشو با من بودین، کجاشو با اسی بودین، گیج شدم. اسی جانم، پسر ما خنگه یا کلن بچه های این دو زمونه خنگتر شدن؟ فقط پسر ما خنگه بانو. چی شد؟ چی افتاده زمین؟ من باید برم، شما هم امشب میمونی خونه، هیچ جا نمیری. چی؟ هیچ جا نمیری. آقا چیکار کردی؟ اسی اینقدر دستت ناراحته؟ ببین من امشب با بچه ها قرار دارم، میخواییم بریم باشگاه، این سویچه بشقاب تو ازش بگیر. ببین گاندی، من دیگه اون پدر قبلی نیستم که همه گندکاریاتو درست کنم ها. امشب بشقاب بی بشقاب، خودت با مادر صحبت بکنی. آخه بابا تقصیر من نیست که، من هر کاری میکنم میفهم، فکر میکنم به خاطر اون چیزه، حس عجیب مادرانشه. اصلا تو منو دید فهمید من دیشب پارتی بودم. خودت فکر بکنی از کجا فهمیده؟ نمیدونم، عجیبه. کثیف شده بود. ببین مادرت خیلی عصبانی، عصبانی تر از اون چیزی که تو فکر کنی. میری تو اتاقت
بشقابم بی بشقاب بوده ببینم. تو زبون لونا رو بلدی؟ خواهش میکنم ازش این امکان نداره. بابایی و هیدرات پلوتونیوم زرنگ بازیات واسه من به مامانت میرسی خنگ میشی گاندی؟ بابایی ای مادر سوخته، تو هم یاد گرفتی راشو، اگه خوابم رو پیدا کردی دلم هم نمیاد. برو تو اتاقت، من خودم با مامانت صحبت بکنم. بودو دفعه آخرت هم باشه بدون اجازه مادر محترمت پاتو فراتر از این سیاره میذاری، فهمیدی یا نه؟ بودو برو تو اتاقت. چی شد؟ چرا عصبانی شد؟ علکی دیگه علکی. بودو ببینم، بودو برو تو اتاقت. اینم علکی اون چرا چشمک میزن؟ برو تو، خواهش میکنم، التماست میکنم، برو تو درستش. بودو ببینم، بودو تو اتاقت به کارهای زشتت فکر کن. چنان درسی بهش دادم بانو که دیگه از این غلط ها نکنه پسره دور کنه بیادم. 67 یه امروز سبونه من چیه؟ میرو. ولی من امروز چون حواس املت کردم، اگه میشه یه املت بر من بزنید. ممنون. تو برنامه من سبونه شما امروز نیمروه. قرار نیست هرچی حواس کرد که من برنامه رو عوض کنم. تو معدن کار میگردم کارم. 67 اینقدر اذیتش نکن. چشلو نه، ولی امروز همون امروه. بانو ببخشید، شما که واقعا نمیخوای بشقابو ببری. چرا؟ مگه نمیدونین چی شده؟ چی شده؟ نمیدونین چی شده؟ بازار بزرگ مارینریس 50% تخفیف گذاشته. مارینریس پول جاشو میگیره بابا. بله، ولی بچه ها رفتن میگن عالی، همه اجناسش عالی. با مترو برو. خب این چطوره؟ اینی که میگم شما با اسنپ میری سر کار، من بشقابو برمی دارم میرم خرید، برمیگردم سر کار دنبال شما، با هم دیگه میریم. چرا با اسنپ نمیری؟ خودت چرا با اسنپ نمیری؟ چه سوال درستی کرد؟ یه ربات هوشمند سوالای هوشمند میپرسه. چرا خودم نمیرم؟ به خاطر اینکه مارینریس اون طرف سیاره است، خیلی داره راه دوریه تا اونجا، میدونید دیگه اینو. الان فکر میکنن حداقل اسنپ چقدر میگیره بانو؟ چقدر میگیره؟ حداقل 80 مخ. حد اکثر 15 مخ. از ترافیک هم نیست. هیچ ترافیکی هم نیست. ولی خب من فکر کردم که مثلا با سفینه برم، چون خریدامون زیاده، یه تعدادی خریدم ویژه هم برای شما بکنم بانو. خیلی خب بابا، خودت لوس میکنی. 67 یه حساب برای من بگیر. 67. بله لونا. عسلیه. عسلی دوست. امروز مریخ مهمترین قدرت اقتصادی سیاسی منظومه شمسیه. ما الان در دوران طلایی مریخ به سر میبریم. الان بهترین موقع برای خرید مریخه. بگید چرا؟ چرا؟ کرمچاله فضایی آلیسیوم که باز بشه، فاصله مریخ تا زمین به جای 7 ساعت میشه 10 دقیقه. واقعا؟ این واقعیه؟ از ته نیایش بازش کردن، میاد یک راست دم آتش فشان آلیسیوم همین پایین. اون وقت این کرمچاله دقیقاً کی باز میشه؟ بالا 2 سال دیگه. ولی شما اگه الان خرید نکنی، بهتون قول میدم سال دیگه همین موقع 3 برابر باید پول بدید. نگران نباشید، اینجا فیلتر ضد گاما داریم. آخه ما خانوادگی پوستمون خیلی حساسه. دختر دایی این پارسال برای بار اول اومده بود مریخ، بعد بدون لباس فضایی چرخی، تمام جونش ریخ بیرون، همینجور گله 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 قرمز. دکتر گفت ناجور به گاما حساسی. آره فهیمشون حساسیت فصلی داره، البته به تمام فصل و حساسیت داره. اصلا میدونی که خوشم نمیاد با خانوادم شوخی کنی لانا. تپم
تپا از همکارای خوب منه، بچه سرسه. آخه عزیزم سیارکیه. خیلی ممنون. چقدر خوبه، مردای شاغل توی مریخ زیادن. مریخ از نظر تعداد مردای شاغل و دانشوی مذکر رتبه اول رو توی منظومه شمسی داره. همین امسال 5 تا نماینده مرد به مجلس سنای مریخ را پیدا کردن. واقعا بانوان مریخی آدمای روشنی هستند. تو سیارک ما هنوز مردا نمیتونن پشت بشقاب پرنده بشینن، فکر کنید. این خیلی شرم‌آوره که تو این دور و زمونه هنوزم جاهایی هستن که با مردا اینطوری رفتار میکنن. شاید تو سیارک‌ها اینجوری باشه، اما من که آخرین مدل بشقاب پرنده رو انداختم زیر پا. تو چی میگی؟ عزیزم صحبت از بشقاب پرنده نیست، صحبت من اینه که حقوق آقایون داره پایمال میشه. دقیقا مال قدیما بود، الان حقوق شما از ما بیشتر نباشه کمتر هم نیست. نیست؟ نه نیست؟ نه. خب پس من ادامه تحصیل میدم عزیزم. ببین دوباره شروع نکنم، من نمیذارم بچم زیر نظر پرست بگذاشته. تپا میخوای به کارت برسی؟ بله. بدرود. توجه کنید، جایی که من برای شما در نظر گرفتم اینجاست، شهرک نیو اکباتان. واحدهای 50-75 متری، 90 متری داره، فول آپشن، جیم، روف گاردن، دسترسی عالی. اینا اقامت هم روشونه دیگه؟ بله بله 100%. اقامت 1 ساله میدن که سال به سال تمدید میشه، بعد از 5 سال اقامت دائم میگیری. البته اگه خونه گرونتر بردارید اقامتتون رو زودتر میتونید بگیرید. این مریخی ها خیلی ناقلا هستن، میدونن که زمینی ها اقامت دوست دارن، همه قیمت ها رو میبرن بالا. آدم واقعا خجالت میکشه. اون موقع که مادام کوری تو زمین داشت رادیومو کشف میکرد، این مریخی ها یه تک سلولی بودن تو اعماق مریخ. حالا 500 سال نشده اومدن بالا واسه ما آدم شدن. آره به خدا، اینا باید از خداشونم باشه که زمینی ها با این هوش و دانایی بالا بیان توی سیاره قرمز نکبتشون. برای همینه نمیذارن ما پیشرفت کنیم. مریخیا میدونن که زمینی ها باهوشترین انسانات منظومه شمسی هستن. شما میدونستید که رئیس پروژه پل فضایی زحل به مشتری یک بانوی زمینیه؟ احسنت، اینجاست که آدم به زمینی بودنش افتخار میکنه. شوخی نیست خانم، اصلا شوخی نیست. 10,000 سال تاریخ و تمدن و فرهنگ پشت سر ماست. حالا اینکه این وسط یه تقیب توقی خورده، اینا اقتصادشون شکوفا شده، ما نباید یادمون بره که کی هستی. مریخ که خوبه، کل کهکشان راه شیری مدیون کره زمین. دقیقا. لونا جون فقط یه نکته ای. ما دنبال یه منطقه هستیم که زمینی توش خیلی نباشه. میدونی دیگه اینا همش سرشون تو کار، همه هم دیگه قضاوت میکنن. آره یه جایی باشه که به دور از زمینی ها. میدونم خیالتون راحت. شهرک نیو اکباتان همون جایی که شما دنبالشین. زمینی ها اهل هومه نیستن. هومه؟ زمینی ها واقعا از هومه خوششون نمیاد. قیافشون معلوم بود مشتری نیستن. پشنگ این کارو چی بود وسط مشاوره من میکردی؟ چی؟ حرفهای ماسکولیستی چی بود میزدی؟ حقوق مردا، حقوق مردا. چیه؟ حرف حق ناراحتت میکنه؟ نه ناراحتم نمیکنه، ولی من نمیفهمم شما مردا دیگه چی میخواین. درس که میخونین، کار که میکنین، نماینده مجلس هم که شدین، دیگه چه مرگتونه خوب؟ همین حقوق ساده رو هم با سالا مبارزه مدنی به دست آوردیم. البته مبارزه ما حالا تموم نمیشه لونا. چی؟ لابد میخواییم رئیس جمهورم بشین؟ چرا که نه؟ بخن، ولی تاریخ حقانیت ما رو نشون میده. باشه تو خوبی آقای رئیس جمهور. ببخشید آقای رئیس جمهور، من این تلفن رو پاسخ بدم. بانو لونا نیو اکبری،
شما یک بسته پستی سفارشی از زمین دارید. فردا در ساعت اداری. خب از طرف کیه؟ اسم فرستنده ندارد. خب اگه چیز ناجوری توش باشه چی کار کنم؟ مثلا چه چیز ناجوری؟ مثلا یکی بخواد منو ترور بیولوژیک کنه. شما شغل خاصی دارید؟ یک شغل استراتژیک؟ من در املاک مینانلا در بارسوم بالا کار میکنم. فردا در ساعت اداری به اداره مرکزی پست بارسوم تشریف بیارید و بسته رو پس از ویروس زدایی و طی مراحل اداری تحویل بگیرید. بلند و پربارزی مرتیکه درازگوش. حتما باید شغلت استراتژیک باشه تا ترور بیولوژیک بشی. ما مشاورین املاک آدم نیستیم. بلند و پربارزی چیه این ولکانا میگن؟ لوس بازی میخوان بگن ما خیلی حالیمونه. یه بسته مرموز از زمین داری؟ چیه؟ تصوری نمیتونم داشته باشم. شاید یه فامیل دور رو زمین داری الان مرده، یه ثروت گندم برات ارث گذاشت. باز تو قصه بافید شروع شد. جانا قول بده اگه پولدار شدی دوستای قدیمی تو فراموش نکنی. مامان. لونا. مامان. لونا جان. آقا پوری. مامان میشه اون فیلتر رو از صورتت برداری؟ فیلتر نذاشتم. چرا گذاشتی؟ ایوا فیلتر داشتم. آخه میدونی قبل تو داشتم با این زنی که النا حرف میزدم، دیدی که چجوری زنی که تک شاخ مدام کنایه میزنه. اون بیچاره که داشت همش از تو تعریف میکرد. اون ظاهرش بود ابله جونم، تو باطن داشت نیش و کنایه میزد. بانوی بیادب. پس تو چرا داشتی همش قربون صدقش میرفتی؟ بچه شدی؟ منم تو باطن حسابی جرش دادم، از خجالتش در اومدم لونم. جالبه، من اصلا متوجه نشدم. خب آخه تو که این متوجه میشی کوچولو. حالا به جایی که اینقدر عدد با در بیاری، برو فیلتر هوا رو عوض کن، خونه پر غبار فضایی شده. شد ششم بانو جان. لونا. آقا پوری. خب دیگه چه خبر لونم؟ یه سوال ازت داشتم. پس بگو برای چی زنگ زدی؟ کار داشتی با هم که زنگ زدی؟ ما دیشب یک ساعت با هم حرف زدیم. خب لابد کار داشتی که زنگ زدی. چی کار داشتم؟ زنگ زدم حالا تو بپرسم. این کار نیست. مامان میگم ما کسی رو تو زمین داریم که من نشناستم، فامیل دوری چیزی. فکر میکنم یه فامیلی کسی باشه. کی؟ نتیجه عمه یه همچین چیزی، اسمش یادم نمیاد. چرا تا الان من نگفتی؟ چی کاره است؟ پولدار مول داره؟ ابدا پولدار. فامیلای عمه من خیلی بی کلاس بودن، بعدشم که عمم رفت عطارد همونجا فوت کرد، اما دخترکش رفت زمین موند، یه شوهر کرد که انگاری خیلی خلافکار از آب در اومده. حالا چطور مگه؟ چی کار داری زمین؟ نه امروز زنگ زدن از اداره پست گفتن یه بسته سفارشی دارم. لابا تو هم فکر کردی که ارسی مرسی چیزی بهت رسیدم. لونم حالا بسته چی هست؟ نمیدونم، گفتن اسم فرسنده روش نیست. خیلی احتیاط کن چیز ناجوری توش نمشه، یه وقت ترور بیولوژیکت نکنن. منم همینو به اون مردیگه ولکن اداره پست گفتم. لونا خودت باز نکن، بده اسی باز کنه. آره ماما زودی به من خبر بده، میخوام بدونم تو اون بسته چی هست. آقا جون میگم مشکلی نیست، برو بگو من رفیق ناصر قشقلقم پولتو بگیر. اونو اونجوری شنگاه نکن، راخ پلنگ میگیره. یه نزول خل ساده است، خوشش میاد از گادفادر رو در بیاره. آره برو ببینم چیکار میکنی، بهم خبر بده. فدات. ببخشید آقای دکترها، یه کار اضطراری بود. میگم آقای دکتر من پدر مادرم از سرطان فوت کردن. سرطان ارثیه دیگه نه؟ بله زمر.
بپوش بپوش. اگه چیز خاصیه به من بگو، من طاقتشو دارم دکتر. قبلا داشتی از اینا؟ هیچ باید نیست دکتر، گفتم که سابقه مریضی پریزی زیاد داریم. دکتر جون، تا دستتون نسخه هست یه دونه گواهی هم واسه من بنویس، واسه محل کارم میخوام. گواهی چی؟ این که سرطان دارم دیگه، دارم میمیرم. بگرده مدرسه هست دکتر. نمیمیسی نه؟ دکتر، اقب بستنی میخوری مریضی قند نگیری. یه این پای زدم انداختم. بذار ای من. آره تو سرطان داری، منم که خرم. راست میگم، ببین با دماغم چیکار کردی وحشی. زر نزن بابا، طلاها هم کو. ورشون داشتم واسه پول شیمی درمانی. دوست بی شرف. حالا زنگ میزنم داداشام بیان یه کاریت میکنم که آرزوی سرطان بکنی. اگه این سرطان نیست پس چیه؟ زر نزن بابا، خودت سیاش کردی. ربه جان مادرم اصله. نگاه کن، دکترم نوشته و دست خط خودش مهرم داره. بی دست بزن ببین پاک میشه. بگی ببینم. بیا. آی 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 لامصب، درد داره، سرطانه. محکل رفتنیم، فقط تو کار خدا موندم. استاد کریم، من که میدونم دارم تاوان چیو پس میدم، ولی این زن جوون چرا تو این سن سال باید بیوه بشه؟ ناسه چیز زیادی که نداشتم. خب زمین اشتهار رو گذاشتم واسه تو. یه 6500 هم دست ابی صافکار دارم، اونو ازش میگیری، یه حساب قرض الحسنه تو بانک دولتی واسه پسرمون باز میکنی. دیگه همش همینه دیگه. چقدر وقت داری؟ حدودا 3 ماه. آرزو داشتم زنده میموندم، به روزمونه میدیدم. دهستان حالا هرچی. خیلی خوب، من دیگه برم. ای بابا، بابا حداقل آدم باشی، 3 ماه آخر زندگی تو بکپ کنار زن بچت. وقت شیمی درمانی دارم روانی. خیلی بمیرم، میخوای باهات بیام؟ بلنشی بیای وسط رادیو اکتیف واسه زن حامله سم بچه تو سر میشه. خاک بر سرم. باشه پس خود زود برو بیا. زود میام. ببین فقط یه سوال دارم ازت ناصر جان، این آخرش خیلی کسافتکاری داره لگن و این حرفا؟ نه بابا، این سرطان پوست مزمنه، فقط درد داره. درمیانونم دردش شروع شد. دردت به جون محکولت. نگو جان محکول، من همین جوری هم شرمندت هم به قرآن. بده سویچو من برم دیگه. سویچو میخوای چیکار؟ پس میخوای با سرطان پیشرفته برم سر کوچه دربست بگیرم؟ خب حالا مردم چی میگن؟ بیا جون تو و جون ماشین. ببین خط بیفته خط میندازم تا مرگ تو. لازر ورق میبرم میارمش با جزه. آی آی یا علی. میرم الهی برات. چیز خاصی؟ بذار من باهات بیام. نه بابا، بذار بیام. سرگیجه دارم، نگران نباش. مواظب خودت باش. ها در در
خیلی خوب، سانتافه که نیست. اصلا نمیخوام بری، ماشین رو بزن برو با تاکسی برو. اکل نمیرم الهی سرت باشه، برو برو زود خوب بشم. مواظب خودت باش. حمال درم نبست، انگار کلفت پیدا کرده. مارک ماشینو بکنم بنز بزنم کسی نمیفهمه پرایده، توش بشینی انگار سواره بنزی. آش پراید چند؟ سفر دویسته. الو الو، سلام گلم. سلام و زهر مار، کدوم گوری هستی هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ آمپولای شیمی درمانی به هم نساخت، حالم بد بود نگه هم داشت، بهت نگفتم قصه نخورد. تو اصلا بیمارستان نیستی حرومی، صدای بیرون داره میاد. پنجره بازه، صدا تاکسی های دمه دره. سفرم اولا مشتریان عزیز، بازار ماشین چیتگر امروز تا ساعت 6 فقط بازه. ساعت 6 بازار بزرگ ماشین چیتگر. بفرما دیدی؟ همین الان دکتر چیتگری رم پیچ کردن اتاق من. الان معلوم نیست کدوم بدبختی دوباره حالش بد شده داره میمیره. ناسه مدارک ماشین من کو؟ مدارک ماشین تو دست من چی کار میکنه عشقم؟ من چه میدونم؟ برو کاری نداری، دارم میرم شیر درمانی. ناسه ماشین منو داری میفروشی؟ محقول، من ماشین تو رو میفروشم؟ داداش این ماشین که داری میفروشی گرگی رقمش رنگه. چه میگه رنگه داداش؟ یه خار رنگم نداره این ماشین. ناصر میکشمت. ببین محقول، به جون بچه‌مون قسم، اگه من تا پنجشنبه با یه 206 تر و تمیز صفر در خونه نیومدم، هر کاری خواستی با اون بکن. ببین ناصر، با داداشم میام گیرت میارم، شیکمتو سفره میکنم، روده‌هاتو میکشم بیرون، میپیچم دور گردنت، با روده‌های خودت سردر کلا دارت میزنم، میذارم همونجا خوشی که کلاقا چشماتو از کاسه در بیارن. آره مردی وایس، تو الان عصبانی هستی؟ شکم ندارم که خوشگل تر شدی. بذار وقتی آروم شدی با هم دیگه حرف میزنی. کاری نداری گلم، خداحافظ. داداش چی میگی تو؟ به جان خودت باهات حال کردم که میخوام ماشینو بهت بفروشم، شبیه دایی نداشتمی، 500 هم به تخفیف میدم، همین الان کادو پیچ کنی مال تو. حله؟ تمام. ببین ناصر، گیرت میارم. بکن بره بابا، بکن بره. حال بازی بسیار زیبایی رو داریم تماشا میکنیم، هر دو تیم با قدرت به زمین اومدن و خب این سه امتیاز میدونیم که برای امیرزام تو ترکیبه، هر طرف بازی مهم هست. باید ببینیم که نتیجه بازی به چه ترتیبی داشت شد. باش بذار تو میگو با نامطلب، یا خود اینا رو آبدار بردار خوش خوش. ای بابا این تیم و مدافعان جوان این تیم آیا میتونن قد علم کنن در مقابل بازیکنان تکنیکی حریف؟ یا خیر آخو شو خدا اکیلی جای دو هفته آشپز خونه رو دست من ببین چی در بیارم بسه با لبات بازی کنه. ارائه میکنه بازی در میانه های میدان در جریان هست. توپ برای محمدی، حالا زمانی خودش دوباره، عجب تکنیکی داره، تکنیک نابه بابا جانی. این که میگه گلرمون به هیچ توپی نه نمیگه. نصف فوتبال شانسی آقا خسرو، شما که خودت فوتبالی بودی میدونی دیگه. من کجام فوتبالیست بودم، الان لنگم به توپ نخورده. خب میدونی من فکر کردم شما فوتبالیستی، با استایل تای فوتبالیه، گفتم دفاع آخری ها فکر داستت یه چیزی بودی. و چرا بهت میگن خسرو خاردار؟ چون هفت خواهر دارم. بالا یخ کرده، بال بزنی آقا، بال بزنی. زده حمله برای تیم هری، اولین زده حمله است. میریم که داشته باشیم این موقعیت استقلال از گل توی دروازه، توی دروازه، تو باره دروازه میشه در این آباوری. نه ترس بابا، اینا به قرار همه سیاسته. میدونی که اینا دارن این کارا رو میکنن که بازرسای فدراسیون شک نکنن، چون خیلی گیرن رو بازی رو در آوردن، چوب تو آستینشون میکنن. تازه شانس آوردیم مادر فردوسی پور نیست، یه خود فضا باز شده، شل کردن.
ببینم ساعت چنده؟ بابا درد میاد بازی. بال بال آرامی هست نسبت به نیمه ای که گذروندیم. شوت به سمت دروازه و ببینیم که باز هم دروازه هم به دست. این فوتبالی دعوت میشه تیم ملی. غلط کرده. دو پیم و پین کرده واسه تشت تستش در میاد انتر. واقعا دروازه‌بانه. واقعا آماده است. چرا هیچ گویی نمیخورن اینا؟ آقا خسرو. شما فوتبالی نیستی؟ کنار هفته دختر بزرگ شدی. منظورم اینه که تو این فضاها نبودی؟ نمیدونی. فوتبالا که میخوان در بیارن معمولا میزنن 10 دقیقه آخر که تیم مقابل وقت جبران نداشته باشه. اگرم این اتفاق نیفته حمیدرضا گل به خودیش میکنه. چشم رو حمیدرضا بر نداره. تعویض آبروی تعویض بالا میاد. تعویض برای تیم مهمان حمیدرضا طاهری که امروز بازی خوبی هم نکرده بود از بازی خارج و به جای ایشون شماره 16 میثم شاهمرادی وارد زمین میشه. دست باز کنید حریف از میثم شاهمرادی میاد و نکات که مربی گفت رو به میثم یعنی ته گل به خودی زناست. بازی‌سازی منطقه بازی رو عوض میکنن و تو بکن ببین سنگین بستم رو این باز. به بازم دودمان تو به باز میدم. آقا خسرو به جون یه دونه بچه‌م بهروز من خودم ماشینم فروختم گذاشتم روی این بازی. هر جور شده بازی رو درش بیارم. خیالت راحت. بزن واکن خانم واکن ناصرم. ناصر اوغلم خوش گلستن قدمین گذلرسته جواهد ناصر ده. سلام ناصر جون حالت چطوره؟ خوبی؟ بیا بیاریم بالا. بیا بریم بالا. اینجا چرا وایسادی؟ بریم بالا. بریم بالا. جواد ناصر گتری چای سایرسن. الان گتیرم. الان گتیرم. ننت یخشسن؟ یخشیدی. تو خوبی؟ آره تو خودت خوبی. برو بالا. وای نست بالا. برو. ناصر ولش کنه بی ابی بابا باز شلوغش نکن چیزی نشده که ابی ولم کن بابا آبلمون کردی آقا فده سرتون کار یکی شده دیگه ناصر به مولا خیلی دل داری دیگه چی کار میشه که دیگه نمیشه قصه خورد که من دیروز خبر رو شنیدم چی بهت گفتم گفتم ناصر خیلی محکمه والا کاری دیگه از دست اون بر نمیاد که نمیتونم برم بمیرم که زندگی ادامه داره دیگه دمت گرم باری کرد چه جمله ای گفت زندگی ادامه داره آره زندگی ادامه این داره. کجا ادامه داره این که دیگه تو برنامه چیه فردا بکنم یه مدت برم جنوب تا ببینم چی میشه نریم تایلند تایلند
ولی کوینو من جنوب باهات میام. منم میام. شما برای چی میام؟ کار زندگی ندارین؟ برو بابا کار زندگی. بعدش هم 6 ماه بیشتر نیست. هست. 6 ماه برای چی؟ چیزه در اونجا تو احتیاج داری که یکی کمکت کنه. ما دو تا هستیم بهت برسیم. هوا تو داشته باشی. چرا احتیاج داشته باشم؟ خودم از پس کارم برمیام دیگه. این چند وقته رو تونستی کاری کنی؟ 4 5 ماه دیگه چی؟ من که دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم. برنامه‌م اینه زیر 4 5 ماه بپرم برم. ناصر ما رو تنها نذار. دیگه راهیه که باس رفت دیگه داداش. بابا این چه حرفیه میزنی؟ شاید یه راه دیگه ای بود. بذار با چند تا دکتر حرف بزنی. بابا همش تقصیر این گلر بی‌ناموسه دیگه. دکتر؟ گله؟ کدوم دکتر؟ کدوم گله؟ بابا دکتر شما داری میگی؟ بابا گلر گلره همین گلره تیمی که قرار بود به بازه من شرط بسته بودم. ناصر شرط باختی ماشین محکول رفت. بابا همه چیم رفت. مگه شما خبر نداشتین؟ از کجا خبر داشته باشیم؟ تو گوشیت کلا خاموش بود. ناصر به فنا رفتی. ببخشید ها. دو ساعت واسه چی داری اون ناله میکنی؟ یعنی تو با دکتر حرف نزدی؟ مگه نمیگه موبایلم خاموش بود؟ کدوم دکتر؟ ناصر جان تو سرطان داری. جمع کن بینیم بابا. بسته بابا بسته. این مسخره بازی اصلا خنده دار نیست. میدونم میخواین جواب عوض کنین ها. آقا تمومش کن. ای بسته ببینم. ناجوره؟ چقدر وقت دارم؟ 6 ماه تهش. آقا املت کی میزنه؟ من میخورم. خوب تو فکر میکنم واسه من این بهترین راه بود. چرت نگو بابا تو هم. به جون ستامون. بابا نصف خلافکاره تهران دنبال من. همین 6 ماه هم زنده بمونم هنر کردم. املت به چسب. زندگی من خوب و بد بد نگذشته. همینقدر کافی بود. بفرما. امی به تو نگفتم که این ناصر ما خیلی محکمه. این شیره. شیره شیر. پلنگم پلنگ. پلنگ. من نمیخوام ببینم. تو رو خدا کمکم کنی. دکتر به دادم بره. آقا جون زشته بسه. خفه جا چون چه زشته. خدا سکسی. نمیبینی دارم میبینم. یه پام لبه گوره. نصیحتش نکن خواه. آه دکتر کمکم کن. من کلی آرزو دارم. من یه بچه تو راهی دارم. میخوام به روزم رو ببینم. ناصر بهزاد نبود؟ بهزاد؟ حالا هرچی دکتر تو رو خودم دادم برس. دکتر برم خارج از کشور عمل کنم ها؟ متاسفانه سرطان شما خیلی پیشرفته است. از هیچ کس کاری بر نمیاد. آروم باش آروم باش. ابی 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 مرد تو گریه نمی کنه. به نظر من شما برو سفر. بهبه میریم تایلند. یه سه ماه و سعی کن از زندگیت لذت ببری. سه ماه نیست دکتر. 6 ماه. من خواستم رویتش یه همون سه ماه. سه ماه. البته یه رایی هستش که شاید بشه سه ماه و یه کمی اضافهش کرد. بیا چه رایی؟ دکتر اون راه به من اشو بده. چه رایی؟ دکتر اون راه به من بگو. دکتر اون راه به من اشو بده. دکتر کن من به عنوان یه پزشک این راه به شما توصیه نمی کنم.
امتحان پس دند و دست. ریسکش بالاست. بیا ریسکش بالا. ریسکش بالا. پس یه چی؟ ولش کن. من پیکر! من سه ماه دیگه دارم میمیرم! تو به من بگی ریسکش بالاست! بگو راه چیه؟ قانونی هم نیست حتی. چه بهتر؟ اصلا قانونی باشه من انجام نمیدم. کجا رو باید امضا کنم؟ بده من امضا کنم بابا، بده من امضا کنم. فردا ساعت 10 شب بیای به این آدرسی که اینجا برات نوشتم. در این موردم با کسی صحبت نمی کنی. شما سرطان پوست پیشرفته دارین؟ بله. صدا رو حل شد. بفرمایید. حال؟ فقط خیلی آهسته بلند شین. ممکنه موقع ایستادن تعادلتون رو از دست بدین. بچه ها کشم بیرون منتظرتون هستم. مرسی. به مریخ خوش آمدی ناصر اکبری. چی میگه این؟ شاخک مریخی دست نزن. مهمان شما سرطان پوست داشتن به همراه سنگ کلیه و چند ویروس و میکروب زمینی که کاملا درمان شدن. الان پاکیزه و کاملا ضدعفونی شده. تحویل شما هستن. فقط رسید رو یادتون نره تایید کنید. حتما. ممکنه خواهش کنم که گرده منم یه نگاهی کنید؟ چند وقتی هستش که میخاره. محلی وقوع خارش رو ببینم؟ نه خوردنی که نیست. که خوردنی نیست آقا جون. بعدن. چیز خاصی نیست، یه سرطان ساده است. ای بابا دوباره؟
دوباره؟ دفعه دوم امتحان. دوباره سرطان؟ ای بابا یعنی چی اصلا؟ شما مگه واکسن سرطان نزدیم؟ من فکر کنم نزدم. زدیم بابا زدیم. مسخره شدی؟ شما زدیم؟ مطمئنی ممکن از هم گرفته باشی؟ یعنیش دار بودیم زدیم بابا زدیم. هر جور بودیم زدیم چون ممکن از هم بگیدیم. واکسن هر چی گیره تو فکر میکنم بشقاب برنده دیدم. آقا جو خوش اومدی. آقا جو ما دقیقاً الان داریم از روی گودال گیل رد میشیم. اونم یه سفینه زمینی از کار افتاده است اونجا. اونجا یه سوال ازتون دارم خانم لونا. من هم اسکندر هستم، میتونید اسی صدام کنید آقا جو. شهربازیه؟ دوربین مخفیه؟ یه قرص توهم‌زای جدید خوردیم؟ این چیه؟ مگه به شما توضیح ندادن؟ نه چیو توضیح بدن؟ شما رو منجمد کرده بودن آقا جون. منجمد؟ یه ممنونم. بله عرض میکردم که یخشون آب میشه و درمان میشه. به نظر من که این کار دیوانگیه. آفرین. دیوانگی؟ بله دیوانگی؟ پس دنبال من بیاید. نظر شما کسی که به روش خودش اعتماد نداره مادر خودشو منجمد میکنه؟ مادر؟ مادر یعنی من سرطانم خوب شده؟ بله کاملا. حالا زنده میمونم؟ حداقل تا 100 سال آگه. ای ولاداش دمت گرم. خدای سر زانته به شکر. خدای شکرت که نمیمیرم. فقط یه چیزی اینجا مریخه؟ مریخ؟ همین کره مریخ که سرخه؟ سیاره مریخه. اونها اونجا هم زمینه. من اینجا چی کار میکنم؟ اونجوری که به من گفتن آقا جون محفظه انجماد شما رو توی یکی از انبارهای قدیمی پیدا کردن که خوشبختانه سالم بوده، بنابراین شما رو فرستادن برای لونا. لونا کیه؟ من. سلام لونا. سلام. برای چی برای لونا؟ آقا من خویشاوند شما هستم. کیمی؟ من میشم نواده نسل نهم شما، لونا نیو اکبری. نیو اکبری؟ آره. نسل نهم؟
چند سال تو یخ بودم؟ حدود 370. شما برای یه آدم 400 ساله ماشالله خوب موندین. ماشالله. چی شد؟ فکر کنم خیلی خوشحال شدن آقا جون. عقرب زلف کجت با